وقتی بابام خودش تصمیم گرفته نوبتش رو ببخشه به تو، من کیم که بگم اشتباه کرده؟ مختاری پیغام داده برم ملاقاتش. همه چی تو دیده بود، همه چی تو میدونست. آقا صابر بابای حسامو تو مسافرخونه دیدم. بعضی وقتا یه حقه بهش میزد، یکی دو ساعت پیداش نبود، یواشکی میرفت تو موتورخونه یا اونجا. هر وقت که زنگ میزد صدای کارخونه میبند. خب منم فکر میکردم سر کار. ما خود اون رو سریع از بیمارستان رسوندیم، دیدیم اونجا آمبولانس و پلیس اینا اومده، مثل همون دفعه اول دهنش کف کرده بود. چقدر مطمئنی که پدرت کشته شده؟ من اونجا بودم، دیده بودم حالا آقا صابر بد میشه. فکر نمی‌کنم کسی ایشونو کشته باشه. زنش که مطمئن مختاری بابای منو کشته، از همه بیشتر بهش نزدیک بوده. نظرش هم که مهمه، چرا بهش توجه نمی‌کنی؟ مامان من دارم میرم، کاری نداری؟ نه مادر، قرب سلامت. حسام مراقب باشی. دادی همش همین بود نه؟ چطور مگه جناب؟ نه گفتم یه وقت به صرف این که احساس بکنی رو بعضی از نوارا مکالمات شخصی ضبط شده پیش خودت نگه نداری یا؟ پس مطمئن باشم همش همین هست. آها اون وقت بقیه وسایل چی؟ کفش، لباس، ساعت، لوازم شخصی. مادر دور نریخته باشه. میخواییم بدنش آزمایش؟ سرنخ پیدا کردی؟ نه من دخالت نمی کنم، فقط خواستم بپرسم. خب اگه بود یه خبر به من بده، من بچه ها رو بفرستم همه رو جمع کنم بیارم. چشم، ببخشید. قربانت، متشکرم. آها راستی یه سوال دیگه هم داشتم. ببین پدرت چه مدل موسیقی گوش میکردی؟ هیچی؟ یعنی اصلا اهل موسیقی نبود؟ سنتی؟ موسیقی خارجی هم گوش نمیکرد؟ به هیچ وجه. باش، مراقب خودت باش. قربان تو. باش، خداحافظ. خداحافظ.
عهدی؟ بله. یه نامه بزن جناب سرهنگ، درخواست دو روز ماشین در اختیار کن. قرار کسی رو زیر نظر بگیریم؟ حالا بهت میگم. فریبرز مختاری یا خانم پوران همایونی، مادر اون دختره. بیا این نوارا رو جمع کن ببر واحد عدله الکترونیک، اون نامه درخواست ماشینم زودتر بزن. بله. چنده؟ 11:20 این 11:20 رو نسبت از اینجا تونتر رو بعدا میگیریم به این اضافه میکنیم. نگران نباش. آره. چه خبر اینجا؟ به به آقا حسام خوبی همون؟ چه کار میکنی اینجا حسام آقا؟ والا مادرتون گفته بود بیایم اینجا. آقا حسام یه لحظه بیا مادر. شما بیا من خودم برای توضیح میدم. مشکلت با خانم چیه؟ تو زندگی خصوصی من دخالت نکن بچه. اون بنده خدا داشت از درد میپیچید به خودش. داری رو اعصاب من راه میری بهزادا؟ حرفتو بزن کار دارم. نه قرارمون این نبود. یه معامله کردیم که تو سهم تو بیشتر از اونی که حقت بوده برداشتی و خوردی. حالا قرارمون چیه که طلبکاری؟ داری یه چیزی از من پنهان میکنی. این ماجرای قتل چیه؟ ربطش به من چیه؟ من نگفتم شما کشتی. خب، مشکل چیه؟ دارم میگم شما میدونی کی کشته و قطعاً هم مردنش به نفعت بوده، هیچی به هیچکی نگفتی. برو اون گندی رو که زدی جمع کن، فردا ممکنه بیان سراغت. چرا بابای من قلنومه ای که نشون میداد بابای حسام تو اون زمین سهم داره رو قایم کرد نشونه و خانواده نداد؟ راستشو میخوام بگی، دروغ نه. راستشو میخوام؟ برو از بابات بپرس. اونم همین حرفو میزنه که اونم میگه بعد از تو بپرسن. چه معامله ای کردین با هم؟ من چه معامله‌ای دارم با بابات بکنم؟ نگه داشته که چیو لو ندی. ببین بابای من وقتی فهمید قلنومه رو برات آوردم به هم ریخت. میخوام بدونم داستان چیه. چه آتویی ازش داری؟ نکنه بابای من آتو نداری. پوران؟ پای پوران گیره. اونا قلنومه رو نگه داشتن که کسی مدعی زمین شما نشه. شما هم قول دادی چیزی که میدونی به کسی نگی. برکلا برکلا فکر نمی کردم اینقدر باهوش بشی. پوران سر چی من از شرکت اخراج نکرد؟ آدم ها رازهای زیادی تو زندگیشون دارن. یعنی راز انقدر بزرگه که پوران مجبوره منو با تمام گنگکاریام تو شرکت نگرداره؟ آره؟ مزد بیشتر از این برای خودت و بقیه دردسر درست نکن. قرار نیست هر چیزی که تو اون کله مزخرفت میگذره به زبون بیاری. بذار قضیه تو همین تخلفات ساخت و ساز باقی بمونه. برو به گندی که زدی برس. دیگه حوصله‌تو ندارم. پوران خانومو تهدید کردی که لوش میدی. بابای حسامو کشته. وسایل چجوری اومدن اینجا؟ لابد پا داشتن اومدن اینجا. رفتی سر وسایل من؟ من موقعی که 20 سالم بود مجرد بودم این ضبطو خریدم. نمیدونستم مال شماست. لابد این نوارارم تو 20 سالگیت خریدی. نوارای بابای حسام اینجا چی کار میکنه؟ تو نباید بدون اجازه میرفتی سر. من اجازه نداشتم که چی؟ ببینم تو خونه زندگیم چی میگذره، زن و بچه‌م دارن چی کار میکنن. نمیخواستم به روت بیارم. ولی اینا چیه؟ اینا صدای کسیه که جون دختر منو نجات داد. اینا رو برای پسرش ثبت کرده بود، نه تو. خب منم اون موقع کپی گرفتم که بعدها گوش کنم یادم نره اون چه آدمی بود.
خب این که دزدکی یواشکی نداره. بکردی حواسم نیست؟ پنهونی از من و بچه ها هر از گاهی میای سراغ اینا؟ که فقط ببینی آقا صابر از یادت نرفته؟ منو چر؟ بابای حسام نوبتشو بخشید به دختر من. اینو میفهمی؟ ادامه نده. ادامه نده. من تو چند ساله با هم زندگی میکنیم؟ من تو زندگی تو چی کار میکنم؟ کجای این رابطه هستم؟ فقط برای راستوریس کردن مشکلاتت؟ برای رسیدگی به عمر بچه ها؟ حرف چی میزنی الان؟ اصلا همه وقت این حرف هاست؟ پوران چند سال من و تو داریم با هم زندگی میکنیم؟ دریغ از یه حرف محبت آمیز. یادمه چجوری برای بازرس داشتی از بابای لعیا حرف میزدی؟ من چی؟ یه نگاه که به من بفهمون آدم مهمی هستم. یه بار زبونه نچرخید بگه عزیزم. همین همه رو گذاشتم به پای اخلاق و شخصیتت. همه چیز رو تحمل کردم. فقط دیگه دروغ رو نمیتونم تحمل بکنم. هر موقع خواستی راست و درست حرف بزنی با هم دیگه گفتگو میکنیم. بس سلام. خسته نباشی قربانه. خدا حافظ بابا. یادت نره ها. خسته نباشی. خسته نباشی. خدا حافظ. به نتیجه رسیدی؟ پاره شو؟ آره. روزی که اینو برام آوردی چقدر ذوق داشتم. فکر کنم به همه آرزوام رسیدم. فکرش نمی‌کردی اینقدر پیچیده بشه نه؟ آره خیلی پیچیده شد همه چی. مشکلات شرکت، قضیه کبد من و بابات. گیج شدم. این وسط فقط خیالم از یه چیز راحت. اینکه با یکی قول و قرار گذاشتم که همه جوره پشتم. میتونم رو حرفش حساب کنم همیشه کنارم. خوبی تو؟ آره خوبه. داشتم فکر میکردم اگه همین جوری بخوایم صبر کنیم این داستان هر روز یه جوری ادامه داره. باید دلمونو بزنیم به دریا، یه کاری کنیم، یه گوشه‌ای که یه ذره حالمون خوب بشه. در مورد چی؟ راستش مامانم اصرار داشت که یکم صبر کنیم، بعد اگه نظرمون بازم همین بود یه قرار جدی بذاریم برای خواستگاری. راستشو بخوای من با همه این مشکلات نظرم که عوض نشد هیچ، یه جورایی هم مطمئن‌تر شد. تو هم اگه... من الان شرایطشو ندارم لگه. یعنی چی شرایطشو ندارم؟ پشیمون شدی؟ نه فکرم همش درگیر بابام. فعل کن تو رو خدا حسام. یه اتفاقی افتاده سالها پیش تموم شده رفته. برای منم اتفاق افتاده، من درک میکنم. ولی دیگه هم تو هم مامانت به این موضوع عادت کردین. چرا این داغ خودتو تازه میکنی؟ عادت کردی؟ به همین راحتی؟ نه منظورم اینه که برای فکر میکردم ما این قضیه کنار اومدیم. اما هرچی فکر میکنم میبینم این قضیه برام حل نشده. ببخشید اینجوری میگم ها، ولی شاید هم خودت نمیخوای حل بشه. یعنی نمیذاری حل بشه. آره شاید نباید برم گشتم ایران یا نباید میمادم تو این شرکت. چرا یه جوری حرف میزنی انگار از دست من دلخوری؟ از دست تو چرا؟ خب انگار همه حرفای پریشبت الکی بود. تو رو دروسی با من اون حرفا رو زدی. هنوز نتونستی با اینکه بابات نوبتشو داده به من کنار بیای. مشکل من تو نیستی. پس کیه؟ مامانم؟ توی گفتی با این موضوع کنار اومدی، گفتی بهش حق میدی، مشکلی نداری با این موضوع، چی شد؟ مامانت؟ مامانم چی؟ یه حرفایی به این باسپورس ها زده، اونا فکر میکنم آدم متوهمی هم. چی گفته؟ خبر داری ازش؟ از مامانم؟ نمیدونم، نه، حتما خونه است. هرچی زنگ میزنم جواب نمیده. چی کار داری با مامانم؟ حسام، حسام، چی کارش داری؟ بگو دیگه.
پوران خانم به مادرم گفته باید خونه رو بفروشیم. خونه کیو؟ خونه خودمونه. خونه شما چه ربطی به مامان من داره؟ حسام. چی به احسان گفتی؟ همون چیزی که به همه تون گفتم. پس چرا احسان فکر میکنه یه حرفایی به این یارو بازرسه زدین که این مختاری آزاد شده؟ آخه وقتی من چیزی ندیدم انتظار داری چون حسام و دوستش دارن به دروغ اتهام قتل به یارو بزنن؟ چرا با ازدواج ما مخالفی؟ یعنی هنوز نفهمیدی؟ خب اگه حسام با قضیه این پیوند کبد و کاری که باباش در حق من کرده مخالفتی نداشته باشه، مشکلی نداشته باشه، شما بازم مخالفی با ازدواج ما؟ مگه ممکنه مشکل نداشته باشه؟ الان عاشقه، کلش داغه، چیزایی که تو خوشت میاد و بهت میگه. دو سه ماه دیگه چرا منصورا خانم مجبور کردی خونش رو بفروشه؟ من مجبور نکردم. یا به پسرت میگی پاشو از زندگی دختر من بکشه بیرون، یا همین الان پولی که بهت قرض دادم باید پس بدی. مامان 10000 دلاری که به حسام کمک کردی برای خارج رفتن رو باور کنم یا این کاراتو؟ به خاطر مشکلات این ساختمون ما به پول نیاز داریم. نمیخوای راستشو بگی مامان؟ نمیخوای بگی؟ من کار دارم. من فعلا باز مامان چی میگه؟ همه بهم شک کردن. دیگه نمیدونم چی جواب بدم. فکر کنم بهزاد هم یه چیزایی فهمیده. گیر داده چی رو داریم پنهان میکنید؟ فهمیده که مختاری شما رو تهدید میکرده، یه حدسایی زده، یه جایی میگو منم تفره میرفتم. امروز با این شو رفته پیش مختاری و برگشته هی گیر داده به من. که چی؟ مطمئن شده شما بابای حسام رو دیگه نمیدونم چی رو توجیه کنم. خدایی به دادم برس. باید بهش بگیم فهمیده. اگه همه چیزی جلو چاشا کنیم ممکن یه بره پیش حسام و لحیا، یه چیزی از دهنش در بره، همه چی بدتر بشه. اجازه بدین بشیدم همه چیزی بهش بگم، بعدم ازش قول بگیرم که دهنش بسته نگه داره. نه من یه کاری میکنم که جلو کسی چیزی نگه. نه بابام به ازداد بدونه به تازه که همه مردم بدونن. دیگه همه باید بفهمن. باید به همه بگم. اگه تا الان نفهمیده باشم. پوران خانم! منوچهر فهمیده، حسام فهمیده، لیا فهمیده، بهزاد فهمیده، بازپرسم فهمیده. دیگه فایده نداره. به خدا یه رای پیدا میشه. نه دیگه تحمل ندارم. نمیتونم. منوچهر سوئیچ کجاست؟
آباجور زیرش. کجا میری مامان؟ من زود میام. چیزی شده؟ باید اینجا بشینم یکم فکر کنم. پوران، پوران الان کجا رفت؟ نمیدونم. کنکن تاریک میشه، فردی تان میشه. خانم، بالاخره ما کار شروع کنیم یا نکنیم؟ سرصدای کارگرها برامون. چیزی شده؟ منتظر کسی هستی؟ آتیش روشن کنم خوب میشه. انشالله کار را برا بشه، همه چی خوب میشه. خدا مهربان است. کارم داشتی خبرم کنم. صدا کن، من این پایی. الو عهدی، سلام، خوبی؟ عهدی، ما میشی همین الان میری خونه صابر رنجبر، هرچی وسیله هست جمع میکنی فوری میای اینجا. آره، خداحافظ. حالا دیگه وقت خوابه ماهانه. مامان که هنوز نیومده. نگران نباش، اونم میاد. برو بخواب، میرسه. یادش نره فردا بیاد مدرسه. نه، یادش نمیره. شب بخیر. الو عهدی، کجایی؟
نه بابا، این زنه مثل که قاطی کرده، آتیش روشن کرده، طبقات نشستم اینجا. والا منم گیج شدم. بیا منتظرتم. خدا نگهدار. باید ببینم بیت. چه میخوای منو ببینی؟ یه چیزایی هست که باید بهت بگم. تلفنی نمیشه. حالا مفصل بهت میگم. نه خونه نه. میتونی بیای سر ساختمون پروژه؟ فقط به کسی چیزی نگو. تنها بیا. باشه میام. عادی سلام رئیس. سلام، خوبی؟ بیا بهتره نبینت. سلام عزیزم. الو مامان، تویی؟ صدا ضعیفه. خوبی عزیزم؟ مامان فردا تو مدرسه بچه‌ها به مامانشون هدیه میدن، باید یه جمله براشون بخونن. من هنوز هیچی ننوشم. بابا ولایی هم که اصلا بلد نیست. خودت بیا ببین چی دوست داری برات بنویسم. الو مامان. دوست دارم مامانم. لعیار هم دوست دارم. بابا منو چرا هم دوست دارم. بهشون بگو. صدا ضعیفه. مامان فردا مدرسه میای دیگه. دوباره بعد قلی نکنی ها. او بیرون جلو دوستا میره. فردا روز مادره، مامان همه ای بچه ها میام. آره ماما میام. میام عزیزم. خانون کیف خانه آوردم. کارم داشتی هم اینجا هستم.
سلام. حتما اتفاق مهمی بوده که زیری این بارون به من گفتیم بیام اینجا. تو چقدر لعیه رو دوست داری؟ خیلی زیاد. میخوای باهاش ازدواج کنی؟ آره. من حواسم هست عاشق کی شدم. حاضری چه کارهایی براش بکنی؟ هر کاری که لازم باشه. هر کاری؟ هر کاری. چرا دارین اینا رو از من میپرسین؟ مثل من. منم حاضر بودم هر کاری براش بکنم. تازه من مادرش بودم. مگه چی کار کردی؟ ببین ازم. همه اون ماجراهای بیمارستان و مسافرخونه و بابا تو که واسه گفتم این واقعیت بود. ولی همش نبود. خب من تا اینجاشو میدونم، بقیهش رو بگیم. رفتم پیش بابات، ازش درخواست کردم، التماسش کردم نوبت شو بده به لعیا، فایده نداشت، قبول نکرد. شب زنگ زدن گفتن یه کبد رسیده، فردا صبح زود خودتونو برسونی به بیمارستان. لعیا حالش خیلی بد بود، گفت مامان این دفعه آخره، اگر به ما هم رسید دیگه برگردیم خونه. من دیگه خسته شدم، بذار تموم شه. شما چیکار کردی؟ چیکار میتونستم بکنم؟ رفتم دیدم بابا تو موتور خونه اونجا داره با خودش حرف میزنه، یا شاید هم داشت صداش رو ضبط میکرد برای تو، نمیدونم. تنها چیزی که به فکرم رسید این که نیم ساعت دیرتر بیاد بیمارستان که لعیا رو به جای اون بفرستن تو اتاق عمل. به عزیز آقا گفتم نیم ساعت دیگه در باز کنه تا بیاد بیرون. من نمیدونستم تو نیم ساعت حالش بد میشه و میفته. بعد از عمل پرستارا به من گفتن، دیشب زنگ زده گفته من صبح نمیام، جگرم آتیش گرفت. گفتم من چیکار کردم؟ کیو کشتم؟ چرا کشتم؟ حالا از تو درخواست میکنم، التماست میکنم نظر بچه ها بفهمن. اگه بفهمن مادرشون چیکار کرده، نه یا نمیتونه طاقت بیاره، میمیره. ماهانم ازام، نمیخواستم اینجوری بشه ازام، نمیخواستم اینجوری بشه.